درود و صد درود و به نام خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز. زهورا هستم، امروز جمعه 16 فوریه در خدمتتون هستیم با یک وبینار عالی دیگه در ارتباط انواع مختلف سیاست‌های پولی و مالی. یکی از اون وبینارها، یکی از اون موضوعات بسیار بسیار مهمه که به نظر من هر کسی باید در موردش اطلاعات داشته باشه، یعنی هر کسی که در بازارهای مالی فعالیت میکنه و در اقتصاد فعالیت میکنه. برای دوستانی که اولین بار با ما هستن یا مثل همیشه عرض کنم خدمتتون که این مطالبی که اینجا ارائه میشه به عنوان مطالب آموزشی اطلاعات کلی در مورد بازارهای مالی شامل تحقیق مستقلی برای سرمایه گذاری نیست، نباید همچین توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه، ضمن اینکه فعالیت در بازارهای مالی به خصوص بازارهایی که همراه با لیوریج هستن، اهرم هستن، دارای ریسک بالاییه و ما باید با دانش و آگاهی نسبت به این ریسک در این بازارها فعالیت کنیم. اما و همینطور عرض کنم خدمت که بنده اورا چالکی هستم، از سال 2006 هم تاکنون در بازارهای مالی فعالیت میکنم و بنیانگذار و مدیر عامل وبسایت خبری تحلیل اکونومی شم. حالا بریم ببینیم که امروز در رابطه با چی میخوایم صحبت کنیم. خلاصه یعنی موضوعات مهمی که امروز میخوایم صحبت کنیم، انواع سیاست های پولی رو بررسی میکنیم، انواع سیاست های مالی رو بررسی میکنیم، ابزارهایی که بانک ها برای اعمال سیاست های پولی و مالیشون دارن، ابزارهایی که دولت ها دارن و توضیحات مختلفی در این مورد ارائه میکنیم که در مورد سیاست های پولی مختلف و همینطور پرسش پاسخ خواهیم داشت، قطعا که بتونیم به جواب به سوال های اگر داشتید جواب بدیم. اول از همه بذارید اینطوری بگم، وقتی ما در مورد سیاست های پولی و مالی و تصمیم گیری های دولت ها و یا بانک ها میخوایم صحبت کنیم، باید اینو داشته باشیم که ببینید همونطور که یه نکته ای که مهم است اینه که باید اینو در نظر داشته باشیم که در واقع تصمیمات اقتصادی که خانواده ها میگیرن، یعنی خانوار میگیره، به صورت مستقیم تاثیر قابل توجهی روی اقتصاد میتونه داشته باشه. مثلا وقتی که میزان مصارف خانوار بیشتر میشه میتونه باعث بشه که شغل بیشتر بشه، سرمایه گذاری ها بیشتر بشه و در نهایت اینا منجر بشه به رشد اقتصادی. همین ترتیب تصمیم در واقع تصمیمات سرمایه گذاری که توسط شرکت ها هم گرفته میشه، اینها مهمن قطعا و میتونن روی در واقع اقتصاد تاثیر داشته باشن. اما اینو باید در نظر داشته باشیم که چه شرکت ها چه خانوار، وقتی به صورت انفرادی، اگه وقت بحث انفرادی، وقتی ما در با یک خانوار صحبت کنیم یا یک شرکت، قطعا خب یک خانوار یا یک شرکت روی تصمیمات اقتصادی تأثیری ندارن، اما یعنی روی اقتصاد، سرنوشت نهایی اقتصاد در واقع میتونیم بگیم که تأثیری ندارن. اما وقتی که اینها جمع بشن شرکت های مختلف و در واقع در تعریف گسترده خانوار مختلف، اون موقع است که خب میزان مصارف خانوار قطعا میتونه تأثیر زیادی روی اقتصاد داشته باشه. حالا اینکه چرا دولت ها، ولی خب از اون طرف وقتی ما در مورد دولت داریم صحبت میکنیم، حالا دولت رو صرفا حکومت نمیشه در نظر گرفت، ما یه چیزی داریم حکومت که حالا یکم داریم، حالا دولت که شامل بانک ها و یه سری نهادهای غیر حکومتی هم میشه. یعنی اگه ما بگیم دولت رو در نظر بگیریم، اون چیزهای دولتی رو در نظر بگیریم که عمومی هستن، حالا همه ملت هستن، یه جوری اینطوری در نظر بگیریم، تصمیمات اونها تاثیر قابل توجهی رو زندگی تک تک افراد تو جامعه میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه خب معمولا این بخش ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اکثر اقتصادهای توسعه یافته، چه مستقیم چه غیر مستقیم، اینها افراد زیادی رو استخدام خودشون دارن. حالا دولت میتونه مستقیم باشه، تقسیم تو خود دولت باشه، یا غیر مستقیم باشه، شرکت های خصوصی باشن که از طریق شرایطی که دولت فراهم میاره اونا میتونن میزان اشتغالشون رو بیشتر کنن یا کمتر. و دوم که دولت ها خودشون بزرگترین وام گیرنده ها تو بازار اوراق قرضه، یعنی وام های زیادی معمولا دولت ها میگیرن و فروش اوراق قرضه یکی از اون روش ها و راه های گرفتن وام، و این خیلی میتونه تاثیر بذاره، حالا تصمیماتی که اینها میگیرن میتونه تاثیر بذاره روی بازارهای مالی. اما بریم ببینیم سیاست های دولت در نهایت از طریق فعالیت هایی که به صورت استقراضی در واقع ایجاد میشه میاد پیاده سازی میشه در جامعه، حالا چه استقراضی چه درآمد هایی که از طریق مالیات و غیره گرفته میشه. حالا توی این وبینار ما میخوایم دو تا سیاستی که مربوط به دولت هست، حالا بخش های مختلف دولت، سیاست های پولی و مالی، میخوایم در ارتباط با این صحبت کنیم که خب سیاست های پولی مربوط به بانک مرکزی میشه و سیاست های مالی مربوط به حکومت میشه. سیاست های پولی به فعالیت های بانک مرکزی گفته میشه که
هدف تاثیرگذاری روی میزان پول و اعتباری که توی یک اقتصاد وجود داره و سیاست های مالی هم به تصمیمات دولت یا حکومت در مورد مالیات و غیر و هزینه های خود اون حکومت اشاره داره. هر دوی اینها هم سیاست های مالی و سیاست های پولی مثل بالهای در واقع پرواز یک اقتصاد هستن و هر دوی اینها با همدیگه هستش که میتونه تنظیم کننده درستی برای فعالیت اقتصادی یک کشور باشه و تسریع بده زمانی رو که اقتصاد شروع میکنه در واقع وقتی که اقتصاد کند شده این سیاست ها میتونن کمک کنن اقتصاد رشد کنه دوباره یا وقتی که رشد یا وقتی که رشد خیلی زیادی کرده بیش از حد رشد کرده که ما بهش میگیم بیش از حد گرم شده یا حالا به صورت اصطلاحی میاد یه سری در واقع سیاست های پولی و مالی میتونه اینها رو چیکار کنه باعث بشه که این اقتصاد یه خورده آرومتر بشه نرمتر بشه تا اون عرضه و تقاضا با هم دیگه تعادلی درش ایجاد بشه. یکی از در واقع میتونیم از سیاست های مالی در واقع همینطور در واقع سیاست های مالی صرفا حالا برای رشد اقتصادی نیستش، میتونه برای توزیع مجدد درآمد و ثروت بین افراد جامعه هم استفاده بشه و به صورت کلی هر دو تای اینها در واقع یک محیط اقتصادی رو باید فراهم بکنه که در اون محیط اقتصادی بیزنس ها و افراد بتونن در آرامش زندگی کنن و گسترش بدن فعالیت های اقتصادی خودشون. یعنی هر دوی اینها اینه که یک رشد پایدار اقتصادی و مثبت و تورم پایدار و ثابت رو در واقع پایدار و ثابت و پایین رو بتونن ایجاد کنن. هدف در نهایت اینه. پس یه جوری میتونیم بگیم اینه که هدف در واقع این فعالیت ها باید منجر به این بشه که جلوی رشد بیش از حد اقتصاد گرفته بشه. چرا؟ چون وقتی اقتصاد بیش از حد رشد میکنه ممکنه که یه دوره طولانی رکود یا بیکاری سطح بالا در واقع بعدش ایجاد بشه. یا ببینید مسئله که وجود داره، یعنی که یعنی باید منجر بشه سیاست هایی که این دوتا پیاده میکنن منجر بشه به جلوگیری از یک رشد اقتصادی، یعنی یا در واقع هم باید اینطوری بشه، یعنی صرفا این نیستش که این دولت در واقع این سیاست ها باید منجر بشه به رشد اقتصادی، نه، بعضی مواقع اینا باید منجر بشه به عدم رشد بیش از حد اقتصاد، که چون رشد بیش از حد اقتصاد اون سایکل ها رو وقتی ما در نظر میگیریم بعد از این رشد بیش از حد معمولا سایکل بیکاری میاد، معمولا سایکل، یعنی وقتی که اقتصاد بیش از حد گرم میشه معمولا بعدش سایکل بیکاری میاد، معمولا بعدش سایکل رکود میاد. پس وقتی که ولی وقتی که اقتصاد حالت در واقع اون ثبات رو پیدا میکنه، یعنی سیاست های اینها منجر میشه به ثبات اقتصادی، توی همچین شرایط و محیط اقتصادی با ثباتی خونوارها میتونن در تصمیمات مصرفی و پسندازی خودشون احساس امنیت بکنن و شرکت ها هم میتونن بر اساس اون ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز، ثبات نرخ بهره، ثبات نرخ تورم و در کل ثبات اقتصاد میتونن پرداخت های منظم داشته باشن. اگه اوراق قرضه فروختن سود اوراق قرضهشون رو پرداخت کنن، یا اگه مثلا به عنوان شرکت هستن سود سهامشون رو بتونن درست پرداخت کنن. همه اینها در واقع نیازمند اون ثبات اقتصادی که هدف سیاست های پولی و مالی با هم دیگه است. اما رسیدن به اینها همیشه بی چالش نیست و چالش های خیلی زیادی در واقع برای این اهداف وجود داره. معمولا چالش ها خیلی زیاده که حالا این چالش ها خیلی وقتا اقتصادی نیست، بعض وقتا این چالش ها چالش های ژئوپلیتیکی میتونه باشه، مثلا جنگ هایی که اتفاق میفته و غیره. این چالش ها میتونه وجود داشته باشه و نمونه های تاریخیش هم خیلی خیلی زیاد اتفاق افتاده که این اتفاق ها میفته و میتونه یک توسعه اقتصادی رو در واقع کند کنه یا حتی تشدید کنه. یه وقتایی هم هستش که حالا نکته جالبی هم هستش که اینه که این سیاست های پولی و مالی خود همین، یعنی بعضی مواقع نیاز به یک عامل مخرب خارجی هم ندارن، بعضی مواقع سیاست های پولی و مالی اگه با هم هماهنگ نباشن، یعنی حکومت و بانک مرکزی یا دولت و بانک مرکزی اگه با هم هماهنگ نباشن، بعضی مواقع خود همین سیاست های پولی و مالی باعث تشدید تورم و رکود حتی میشه. این یعنی یا باعث میشه که مثلا اقتصاد بیش از حد رشد کنه و این رشد بیش از حد در واقع انفجار اقتصادی ایجاد کنه. اینها پس این سیاست های پولی و مالی بعضی مواقع باید در کنار هم در نظر گرفته بشن. یکی از اون چیزهایی که الان در حال حاضر ما در مورد اقتصاد امریکا میتونیم بگیم که خب در یک سری از بخش ها به دلیل اجرای در واقع عدم هماهنگی درست بین سیاست های پولی و مالی
احتمال داره یه سری در واقع احتمال یه سری نگرانی های اقتصادی ایجاد بشه به دلیل عدم سیاست عدم هماهنگی در بین سیاست های پولی و مالی. این پس این مسائل مسائل خیلی مهمی هستن که ما باید در نظر داشته باشیم و قطعا باید برامون اینها مهم باشه. یک لحظه من این زاره اینجا الان صدا خب یه لحظه فکر میکنم الان صدا اوکیه. تست کنیم صدا رو. بخش من بچه یه لحظه اینجا باز ما دوباره فکر کنم زوم. خب اینجا صدا الان اوکیه، الان هم صدا اوکیه. خیلی خب صدا اوکی شد. آره داشتم اینو میگفتم. حالا سیاست های پولی چی هن؟ یعنی ما بیایم در ارتباط با سیاست های پولی توضیح بدیم که اصلا سیاست پولی چیه. سیاست پولی، پول سه تا کاربرد در واقع، حالا وقتی ما در مورد سیاست پولی میخوایم صحبت کنیم اول از همه اینو بگیم که پول سه تا کاربرد خیلی مهم داره. ازش که یک راهی برای ذخیره ثروت، در واقع افراد میتونن از طریق پول ثروتشون رو ذخیره کنن. یه واحد حسابرسی میتونه برای جامعه ایجاد کنه، یعنی در واقع میتونه جامعه رو در جامعه، وقتی پول وقتی در مورد مفهوم پول صحبت میکنیم میتونه تو جامعه یک واحدی شرایط ایجاد کنه که ما بتونیم برنامه‌ریزی حساب کتاب مالی داشته باشیم، میگن برنامه حسابرسی رو میتونیم داشته باشیم و از طریق فرایند کسری بانک‌های مرکزی میتونه در واقع سیستم بانکی میتونه ایجاد پول بکنه، یعنی بانک مرکزی میتونه از این طریق ایجاد پول بکنه. ببینید مقدار ثروتی که شهروندا تو یک اقتصاد برای نگهداری به شکل پول در واقع انتخاب میکنن، یعنی وقتی ما بهش میگیم که ما وقتی ببین مسئله چیه، مسئله اینه که میخوام اینو توضیح بدم که ما وقتی میگیم عرضه و تقاضا برای پول بیشتر یا کمتر میشه، وقتی ما میگیم تقاضا برای پول، این اصطلاح تقاضا برای پول به زمانی گفته میشه که شهروندها در یک اقتصاد، در یک کشوری، در یک اقتصادی برای، یا حالا وقتی میگیم، چرا میگیم صرفا نمیگیم اقتصاد، برای اینکه خب وقتی میگیم در سنیم کشور، برای اینکه خب وقت مثلا حوزه یورو در مورد صحبت میکنیم میشه یک اقتصاد، حالا اقتصاد اتحادیه. وقتی که شهروندان تو یک حوزه اقتصادی، حالا چه میتونه کشور باشه چه میتونه چند تا کشور با هم دیگه باشه، برای نگهداری در واقع ثروتی رو که میخوان توی حوزه اقتصادی به شکل پول نقد نگه دارن، به این میگن تقاضا برای پول. حالا چرا افراد علاقه دارن پول رو به صورت کش و نقد نگه دارن؟ معمولا سه تا عامل یا سه تا انگیزه اساسی وجود داره، یا یعنی اینکه میخوان باهاش معامله انجام بدن، خرید و فروش انجام بدن، آقا میره بیرون، حالا این میتونه کم باشه میتونه زیاد باشه، معاملات کوچیک میتونه باشه معاملات بزرگ، یعنی حتی همین خرید و فروش که ما با مغازه انجام میدیم میشه معاملات. حالا یه وقتی هستش که معاملات سیاه میخوان انجام بدن، خب مردم میرن پول نقد زیاد نگه میدارن برای معاملات در بازارهای سیاه، برای فرار مالیاتی و غیره و غیره، که اون میشه همون اهداف سوداگرانه. و یا هم این که در واقع اهداف برای احتیاط، مثلا میگه من پول نقد نگه میدارم برای مسائل احتیاطی، حالا یه موقع زد و مثلا سیل اومد، بارون اومد، اتفاق افتاد، مسائل پیش اومد، اینا برای اون اهداف احتیاطی. اما یه چیزی که وجود داره اینه که ما قبل از اینکه حالا به سیاست های پولی بیشتر بپردازیم، می چند تا یکی دو تا نکته و یا اصطلاح مهم هستش که اینا رو یاد داشته باشیم. وقتی ما در مورد ذخایر مورد نیاز صحبت میکنیم، ببین ذخایر مورد نیاز، ما خیلی وقتا تو این، اگه بچه‌ای که تو این بروزرسانی صبحگاهی همراه ما هستن، خیلی وقتا تو این بروزرسانی صبحگاهی یا اون تحلیل های صبحگاهی در مورد مسئله اصطلاح ذخایر مورد نیاز صحبت میکنیم، که به خصوص در مورد چین که ذخایر مورد نیازش رو بیشتر کرد کمتر کرد برای تاثیرگذاری روی سیاست های پولی. این ذخایر مورد نیاز در واقع یک ضریبیه برای پشتیبانی پول، که میتونه از پول و ثروت یک بانک چکار کنه، در واقع پشتیبانی بکنه. حالا بانک های مرکزی اینو با کسرهای مختلف میتونن تعریف کنن، با کسرهای مختلف، حالا به صورت اشاری هم معمولا میاد بیان میشه. اما یه چیزی هم داریم به نام نرخ بهره اسمی، که از سه تا جزء تشکیل شده: نرخ بازده مورد نیاز واقعی که در واقع یک جزئیه برای جبران تورم آتی و وام دهنده ها، و همینطور یه حق بیمه است برای در واقع ریسک هایی که برای جبران عدم قطعیت وام دهنده ها استفاده میشه. این وقتی میگیم عدم قطعیت وام ها، ببخشید، عدم قطعیت یعنی چی؟ یعنی عدم قطعیت در وام ها یعنی چی؟ اون ما میگیم حق بیمه عدم قطعیت در وام ها، حالا
به صورت ترجمه کلامیش توضیح بدم یعنی چی. یعنی اینکه ما یک رزروی باید در بانک داشته باشیم، و یک رزروی داشته باشیم که نرخ بهره اسمی باید بدین رو تامین کنه. ما باید یک رزروی در بانک داشته باشیم که اگر یک سری از وام گیرنده ها نتونستن بیان وام هاشون رو به موقع پرداخت کنن، ما اون حق در واقع حق بیمه و حق بیمه و ریسک اون رو داشته باشیم، یعنی رزرو به اندازه کافی داشته باشیم که این ریسک ها رو پشت سر بذاریم. اینها اولش که حالا با این مفاهیم آشنا بشین تا ما وقتی در مورد بانک ها و سیاست پولی میخوایم صحبت کنیم، دونستن این مفاهیم میتونه در ادامه کمک کنه به درک اطلاعات بیشتر. من یه بار دیگه بچه‌ها تکرار کنم، اگر حس کردید هر جایی چه بچه‌ها در زوم میشنوید چه بچه در کلاب هاوس هستید، هر جایی حس کردید که سرعت بیان سریع و این مانع از درک مطلب میشه، حتما من بگید که بعد این سرعت بیان مطالب رو کنترل کنم و چیز نشه، سرعت بیان مطالب کنترل کنم که قابل درک بشه. بانک های مرکزی تو اقتصاد های مدرن نقش های خیلی متعدد و مختلفی رو میتونن ایفا کنن. مثلا یکی از اونها میتونه تأمین کننده انحصاری ارز باشه که مثلا توی کشوری ارز رو یا پول رو صرفا بانک مرکزی که میاد چاپ میکنه، تأمین میکنه و اون فرایندش نظارت داره، و همینطور به عنوان آخرین وام دهنده هم هستش به بخش بانکی، به بخش دولتی. وقتی دولت پول نیاز داره معمولا در آخرین گزینه میره از بانک مرکزی قرض میکنه و اینا، و همینطور میتونه روی بانک های خصوصی و بانک های کوچکتر هم بیاد نظارت بکنه. هدف چیه؟ اینه که در واقع هدف اینه که با این نظارت ها، با این برنامه ها و با این اختیاراتی که داره، ثبات قیمت و ثبات رشد اقتصادی ایجاد کنه. یعنی همین ها در نهایت اونه، و برای اینکه بتونه این سیاست های در واقع پولیش رو بتونه به طور عینی بتونه اجرا کنه، باید تا حدی هم از دولت البته مستقل باشه. در بعضی از کشورها کاملا مستقل از حکومت بانک مرکزی، در بعضی کشورها نسبتا مستقل، مثل ترکیه مثلا نسبتا مستقل، کاملا مستقل نیست. در ایالات متحده آمریکا کاملا مستقل، یا مثلا بانک مرکزی اروپا نیست از دولت ها کاملا مستقل. این حالا بسیار در کشورهای مختلف لزوما هم حتی جدا بودن یا مستقل بودن بانک مرکزی از دولت یا از حکومت چیز خوبیه، ولی لزوما به معنای خوبی نیستش. من وقتی میگم لزوما، به خاطر اینکه بعضی مواقع این اشتباه ترجمه میشه و بعض در بعضی کشور، میگم باز بستگی به شرایط فرهنگی کشورها داره، در بعضی کشورها این مستقل بودن به معنای دشمنیشون حساب میشه، مثل اینکه اینا مثلا سیاست های مختلفی رو علیه همدیگه اجرا کنن. سیاست هایی که بانک های مرکزی و دولت ها و حکومت ها دارن باید در یک راستا باشه و یک هدف مشترک، و اون هم رشد اقتصاد، ثبات ارزش پول و ثبات تورم باید باشه. این هدف در واقع مشترکی که باید بانک مرکزی و دولت داشته باشن. ولی متاسفانه در یک سری کشورها مشاهده شده، بارها مشاهده شده که سیاست های بانک مرکزی و سیاست های دولت خواسته و یا بعضی وقتها حتی ناخواسته متضاد هم دیگه، حالا سر لجبازی بعض وقتا خواسته هاشون زمانی که سر لجبازی های حزبی اتفاق میفته، و ناخواسته هاشون هم سر عدم دانش و اطلاعات کافی یا درک متقابل، یا حتی مثلا عدم اعتقاد به یک نوع فلسفه اقتصادی یا دکترین اقتصادی میتونه باعث بشه که این اتفاق بیفته. مثلا توی کشوری رئیس دولت میتونه نظرش این باشه که افزایش نرخ بهره خوبه، و بانک مرکزی اعتقاد داشته باشه که افزایش نرخ بهره ضرر داره در شرایط کنونی، بانک مرکزی مرکزی بیاد نرخ بهره افزایش نده، از اون طرف دولت برای اینکه بانک مرکزی رو مجبور میکنه بیاد به نرخ بهره افزایش بده، برای سیاست های مالی اشتباه اتخاذ کنه. اینها میگم بستگی داره که ما در چه فرهنگی زندگی میکنیم و هیچ چیز مستقل وجود نداره، ولی به صورت دیدگاه اقتصادی مطلق اگر بخوایم نگاه کنیم، قطعا جدایی بانک از دولت، بانک مرکزی از دولت مسئله خوبیه. یه برای اینکه بانک های مرکزی در واقع یه سری چالش هایی هم دارن، همونطور که عرض کردم خدمتتون، اینه که نمیتونن بانک های مرکزی برای تاثیر گذاری تو اقتصاد، نمیتونن در واقع میزان پولی که خونوارها و شرکت ها به عنوان سپرده تو بانک ها میذارن یا میخوان به صورت نقد استفاده کنن، نمیتونن اینو به صورت مستقیم کنترل کنن، و نمیتونن به راحتی تمایل دولت ها هم نمیتونن تمایل بانک ها رو برای خلق پول یا چاپ پول کنترل کنن. و همین دلیل هم میان که چیکار میکنن، میان میگن که خب ما برای اینکه این سیاست هامون اجرا کنیم و اون به اون برنامه هامون برسیم، حالا میایم چیکار میکنیم، یه سری ابزار استفاده میکنیم. یعنی بانک مرکزی نمیتونه مستقیم بیاد به مردم بگه چیکار کنیم، مردم ببینید پول خرج کنین، یعنی توانی این قدرت، یعنی قدرت در نظر چالش اقتصادی همچون قدرتی نداره، همچون توانی نداره، یعنی نمیتونه بیاد بگه آقا بیاین برین چیز کنین، بیاین برین چی میگم بهش
همونطور که از کردم خدمتتون، بیمیرین پول خرج کنین، یا مثلا پول کمتر چاپ کنین، پول بیشتر چاپ کنین، نمیتونه این کارو بکنه. به همین برای اینکه اینا ولی نیاز داره کنترل کنه برای ثبات اقتصادی، و اینها رو میاد چیکار میکنه؟ میاد از سری ابزار انجام میده که حالا در ادامه بهش صبح در مورد صحبت میکنیم. یه مفهومی داریم به نام مفهوم بیطرفی پول، به این معنی که پول نمیتونه در بلند مدت رو اقتصاد تاثیر واقعی بذاره. یعنی خود پول به معنی، یعنی اقتصاد میتونه روی پول تاثیر بذاره، ولی از این طرف دیگهش میشه مفهوم بیطرفی پول. یعنی از طرف برعکس میگیم پول رو اقتصاد بخواد تاثیر بذاره، یعنی نرخ بهره پایه بانک مرکزی می در واقع حالا میاد نرخ بهره پایه خودش رو تغییر میده، تاثیرش رو سایر بازارها و سایر نرخ‌های بهره میتونه کنترل بکنه، قیمت دارایی‌ها رو بیاد کنترل بکنه، نرخ ارز خودش رو بیاد کنترل بکنه، و انتظارات فعالین اقتصادی رو کنترل بکنه، و از این طریق تو اقتصاد میتونه بیاد تاثیر بذاره. ولی یعنی اینطوری هست که به صورت مستقیم نمیتونه، ولی به صورت غیر مستقیم میتونه به این صورت تاثیر بذاره. ولی اقتصاد به صورت کاملا مستقیم میتونه روی پول تاثیر بذاره. هدف گذاری تورم تو این وسط، وقتی ما داریم در رابطه با برنامه‌های دولت و بانک مرکزی صحبت می‌کنیم، هدف گذاری تورم معمولا رایج ترین سیاست پولیه. وقتی حالا ما در ادامه در مورد سیاست پولی مختلف صحبت میکنیم، و من در ادامه توضیح میدم که سیاست هر کدوم از اینا به چه معنیه، ولی حالا به صورت کلی و شنیدیم که میگن که خب بانک مرکزی امریکا مثلا، چون مثلا همین امروز همین یک ساعت قبل دادهای اقتصادی منتشر شد، دیدیم که هم بخش مسکن رشد خوبی داشت، دیدیم که هم تورم تولید کننده رشد خوبی داشت. خب به این معنیه که تورم مصرف کننده رشد خوبی داشت، یعنی رشد متاسفانه بالایی داشت، 1.2% پیش بینی میشد، 3% رشد کرد. این به این معنیه که تورم کار سختی داره برای پایین اومدن، برای اینکه بانک مرکزی بتونه به اون هدف 2 تا 3% تورمش برسه. خب بانک مرکزی داره تلاش میکنه تورم رو برسونه به اون هدفش. وقتی میبینیم که خب این تورم بالاست، به این معنی که بانک مرکزی دیرتر میره به سمت سیاست های کاهش نرخ بهره، و این میشه در واقع افزایش ارزش دلار، که خب اتفاقی که همین یک ساعت قبل ما دیدیم در دادهای تورم تولید کننده در ایالات متحده افتاد. این حال وقتی در واقع این میشه هدف گذاری تورم. یه وقتی هم هستش که دولت ها میان بر اساس هدف گذاری نرخ ارز یه سری سیاست ها انجام میدن. مثلا کشوری مثل چین هدف گذاری نرخ ارز یکی از اون سیاستاشه. چرا؟ چون برای صادرات باید نرخ ارزش رو کنترل بکنه، با توجه به اینکه کارخونه دنیاست یه جورایی، باید نرخ ارزش رو کنترل بکنه که کالاهایی که صادر میکنه مقرون به صرفه باشه، و در عین حال برای تولید کننده داخلی هم مقرون به صرفه باشه. چرا؟ چون در این حالی که صادر میکنه، خیلی از کارخونه مواد اولیه رو چیکار میکنن؟ وارد میکنن. بنابراین اون هدف گذاری نرخ ارز هم میتونه به عنوان یکی از سیاست های بانک مرکزی و دولت باشه، که خب حالا اینو میتونن با ابزار مختلف کنترل کنن. یکی از سیاست های دولت هم سیاست های پولی هم سیاست تسهیلات کمیه، که حالا در ادامه بهش میرسیم که اون چیه، با خرید سهام، با سیاست هایی که میرن سهام میخرن، با سیاست هایی که میرن اوراق قرضه میفروشن و غیره، میتونن در واقع رو اقتصاد تاثیر گذاری داشته باشن. تا اینجا بچه سوالی دارید؟ چیزایی که میگم مفهوم هست؟ بخصوصا بچه هایی تو کلاب هاوس هستید، نمیدونم صدا اونجا خوبه یا نه، تو چیزایی که گفتم مفهوم بود و مفهوم هستش، و یا جایی هستش که سوال داشته باشید؟ هر جایی عرض کردم خدمتتون، بازم هر جایی حس کردید که نیاز هستش که سرعت گفتار کمتر بشه و آرومتر در مورد صحبت بشیم، حتما بگید تا بتونیم که در واقع مطالب به نوعی بیان بشه که به درد همه بخوره. بتونید از طریق زوم هم ببینید که خب، ای بچه که صدا رو میشنوید، اگه بتونید از طریق زوم هم ببینید که خب قطعا میتونید تصاویر رو هم ببینید. خب اهداف اولیه سیاست های پولی چیه؟ ما وقتی در مورد سیاست های پولی صحبت میکنیم، اهداف اولیش چیه؟ اهداف اولیش 3 تاست، همینطور که تو این تصویر هم میبینید: ثبات قیمت، رشد اقتصادی و رشد کامل، در واقع رشد اقتصادی و اشتغال کامل. حالا هر کدوم یه تعریفی هم داره. ما وقتی در مورد ثبات قیمت صحبت میکنیم، یعنی که بانک مرکزی تورم رو در اون محدوده ای که میخواد حفظ کنه، یا همون اینفلیشن ثبات قیمته، و این باعث بشه که قدرت خرید مردم در طول زمان نسبتا ثابت باقی بمونه. یعنی ما وقتی در میگم ببینید، ثبات قیمت باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ ثبات قیمت باعث میشه که خب مردم، حالا ثبات قیمت یا ثبات کنترل تورم باعث میشه که مثلا، اگر مثلا میگم، حالا ما توی کشوری اگه زندگی میکنیم که ارزش مثلا پول واحد پولمون دلار نیست، ما اگه اون
ثبات قیمت رو حفظ کنیم. مثلا حالا به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، یک رابطه بین تورم و ثبات قیمت ارزش پول حفظ، یه مثال بزنم. اگه مثلا یک واحد دلار برابر باشه با 100 واحد پول ما مثلا کشور X، و من بتونم با این 100 واحد با این 100 واحد مثلا یک کیلو گوشت بخرم، حالا دولت باید سعی کنه که اگر مثلا در سال آینده این یک واحد دلار برابر شد با 120 واحد پول من، یک دلار برابر شد با 120 واحد پول من، من با اون 120 واحد همچنان بتونم گوشت بخرم و اینطوری نباشه که اونجا دیگه گوشت به جای 120 واحد شده باشه 150 واحد. این میشه یکی از اهداف اولی سیاست های پولی. یعنی بانک مرکزی یکی از کارهاش اینه که این رابطه رو بیاد چیکار کنه، تنظیم کنه، یک رابطه بین این اعداد بیاد تنظیم کنه. یکی دیگه از اهداف سیاست های پولی وقتی اعمال میشه اشتغال کامله. اشتغال کامل تعریفش چیه؟ تعریف اشتغال کامل این هستش که تقریبا میتونیم بگیم اینطوری باید باشه که هر کسی که دنبال شغل میگرده بتونه بره کار پیدا بکنه. این میشه اشتغال کامل. حالا اشتغال کامل تو اقتصادهای مختلف با توجه به شرایط مختلفی که دارن میتونه متفاوت باشه. مثلا در ژاپن اشتغال کامل حدود 2% اما در ایالات متحده اشتغال کامل 3.5%. چرا؟ به خاطر اینکه حالا مثلا ژاپن مهاجر غیرقانونی ندارد و اون 2% نرخ بیکاری واقعا 2% نرخ بیکاریه، اما در ایالات متحده 3.5% نرخ بیکاری به این معنی هستش که خیلی از افرادی که اصلا ثبت نشدن دارن کار میکنن و وقتی نرخ بیکاری 3.5% این تقریبا همه سر کارن و حتی مهاجران غیر قانونی هم سر کارن. این میشه حالا تعریف اشتغال کامل و اشتغال غیر کامل وقتی صحبت میکنیم. خب رشد اقتصادی هم که خب مشخصه که بانک مرکزی در واقع باید بتونه در این حالی که ثبات قیمت و ثبات تورم رو ایجاد میکنه و اشتغال کامل رو تو بازار ایجاد میکنه، در این حال اینا همراه باشه با رشد اقتصادی. یعنی ما اینطوری نباشه که ما رشد اقتصادی نداشته باشیم تورم هم نداشته باشیم. خب این میشه رکود تورم، اینا تو فایده نداریم، ما هم تورم در مقابل نداریم، رشد هم نداریم. خب مردم حاضرن تورم باشه و این رشد، یعنی رشد اقتصادی همراه با تورم باشد، خیلی بهتر از اینه که تورم نداشته باشیم و رشد اقتصادی هم نداشته باشیم. پس این بحث رشد اقتصادی بحث مهمی اینطوری نیستش که ما بریم سیاست های پولی و مالی رو بیایم اجرا کنیم و بگیم که خب حالا ما با این سیاست های پولی و مالی اصلا تورم هم چیز هم رشد اقتصادی هم در واقع حالا مثلا نداریم. اما ابزارهای مختلفی که عرض کردم خدمتتون، حالا بانک‌های مرکزی میان اینو با ابزارهای مختلفی میان چیکار میکنن، اجرا میکنن، یا حالا ما ابزارهای مختلفی داریم برای اینکه بتونیم سیاست هامون رو اجرا کنیم. یکی از اون ابزارها نرخ بهره است. یعنی بانک مرکزی با کنترل نرخ بهره تو حالا کوتاه مدت و بلند مدت، بانک مرکزی با کنترل نرخ بهره، حالا نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ بهره بلند مدت، میتونه در واقع سیاست های پولی و مالی رو در واقع یکی از ابزارش اینه دیگه، بیاد مثلا نرخ بهره رو بیاد تنظیم کنه و این تنظیم نرخ بهره میتونه باعث بشه که حالا چه مشاغل چه خانواده ها اون پولی رو که قرض میکنن براشون گرونتر بشه یا ارزونتر بشه. یعنی هزینه استقراض رو میتونه در واقع چیکار کنه، هزینه وام یا هزینه کردیت یا هزینه استقراض رو میتونه بالا پایین بکنه با نرخ بهره، و این بالا پایین شدن این باعث میشه که افراد بتونن در واقع بتونن یا نتونن کم و بیش خرج کنن. یعنی میزان مخارج افراد با کنترل هزینه استقراض میتونه چیکار بشه، افزایش پیدا بکنه. شما فرض کنید که شما یه بیزنس دارید، وقتی هزینه استقراضتون میره بالا وام گرونتری میگیرید، خب قرار وام گرونتری بگیرید، شاید برای گسترش بیزنستون حاضر نباشید که برید چیکار کنید، ریسک بیشتری بکنید و بخواید وام بیشتری بگیرید. ولی اگر هزینه استقراض یا هزینه کردیت پایین باشه میتونید برید وام بگیرید و بیزنستون رو گسترش بدید. خب با این نرخ بهره بالا پایین شدن نرخ بهره، بانک‌های مرکزی معمولا میتونن در واقع سرعت رشد اقتصادی رو به چیکار کنترل کنن و با کنترل میزان مخارجی که مصرف کننده داره و بیزنس ها داره. مسئله بعدی، ابزار بعدی عملیات بازار بازه. بانک های مرکزی اوراق بهادار دولتی رو تو بازار آزاد یا میخرن یا میفروشن. اینطوری خب یعنی وقتی مثلا دولت پول لازم داره، این پولی که میخواد تامین بکنه از مردم، وقتی میخواد تامین بکنه این از طریق کی تامین میکنه؟ از طریق از مردم تامین میکنه. ولی خب دولت مستقیم که نمیره به یه میز بذاره بیرون و اوراق قرض بفروشه، میاد اینو معمولا چیکار میکنه، از چه طریق انجام میده؟ از طریق بانکهای مرکزی. پس بانکهای مرکزی که دیگه از اون کارهایی که انجام میدن عملیات بازار بازه، که در واقع مسئول خرید و فروش اوراق بهادار یا اوراق قرضه دولتی هستن. یکی دیگه از ابزارهاش تعیین الزامات ذخیره است. ببینید الزامات ذخیره ما وقتی میگیم، همونطور که عرض کردم خدمتتون پیشتر، من گفتم یه سری در واقع سری اصطلاحات باید یاد بگیریم. الزامات ذخیره یعنی چی؟ یعنی اینکه یک بانک وقتی میخواد یه پولی رو قرض بده، مثلا وقتی میخواد 100 دلار قرض بده وام بده،
بانک مرکزی تعیین میکنه، میگه که آقا از این ذخیره، مثلا شما از این وامایی که میدید، چون وام که میدیم یه بخشی از وام احتمال داره برنگرده دیگه، مثلا من میرم مثلا بانک مرکزی اینطوری که مثلا میره وام میده، مثلا به 100 نفر وام میده، دلیل میگم بانک مرکزی، یه بانک شخصی خصوصی، حالا میره وام میده، اما شما این وامی رو که میدی دلیل نداره که مثلا شما 100 تا وام میدی همه 100 تا وام برگرده به شما، یا همه اصلا به موقع برگرده، یا خیلی وقت مثلا یکی گیر کرد داره وامش رو، یا اصلا یه سری وامش رو نمیدن، چیزی که در ایران ما هم بسیار بسیار مرسوم هستش که خیلی ها میگن وامو کی گرفته، کی داده کی گرفته. خب این اتفاق میفته. حالا ما اون میزان که وام هایی که در واقع گرفته نمیشه، پرداخت نمیشه از طریق مشتری، بهش میگن وام بد. این وام بعد برای اینکه ما یک گارانتی برای این داشته باشیم، باید یه سری ذخایر داشته باشن بانک ها. اون بانک مرکزی اونو تعیین میکنه که خب میگه میزان ذخایر الزامیتون، reserve requirement ratio، اون نسبت ذخایر الزامی چقدر باید باشه. مثلا اینکه شما باید 25 درصد پولی رو که میدید بیرون داشته باشید، 5 درصدش رو باید داشته باشید، 10 درصدش رو باید همیشه داشته باشید، یه عددی تعیین میکنید، حالا اون عدد میتونه چیز باشه. این هم یکی دیگه از اون ابزارهایی که بانکهای مرکزی میتونن سیاست های پولی رو کنترل کنن. حالا چطوری؟ خب خیلی ساده است. بانک مرکزی وقتی بگه که اگه بگه که شما هر چی وام میدید باید 50 درصدش رو ذخیره داشته باشید، این یعنی چی؟ یعنی که خب شما مثلا اگر 100 دلار دارید، 50 دلار باید ذخیره داشته باشید. خب پس اگه 100 دلار دارید چقدر میتونید در واقع، اگه 50 در وقت مثلا، حالا این عدد رو برای اینکه درک درستی داشته باشیم میگم، ما الزامات ذخیره اگه 100 50 درصد باشه میشه چی؟ یعنی که شما 100 دلار وام می 100 دلار اگر دارید، فقط 50 درصدش میتونید وام بدید، 50 درصدش هم به عنوان گارانتی برات بمونه. اما اگه الزامات ذخیره 25 درصد باشه چی؟ شما دیگه از 100 دلار میتونید 75 دلار وام بدید و 25 دلار ذخیره داشته باشید. پس اگر ما الزامات ذخیره یا اون رزرو ریکوایرمنت ریشو رو بیاریم پایین‌تر، به این معنی هستش که پول بیشتری میتونیم به بازار تزریق کنیم بدون اینکه پولی چاپ کرده باشیم، و این میتونه در واقع اون یکی از ابزارهای بانک مرکزی باشه. یکی از ابزارهایی که در بین بانک‌های مرکزی مطرح، بانک خلق چین، People Bank of China، بسیار زیاد از این استفاده میکنه، یا بانک مرکزی چین بسیار زیاد از این استفاده میکنه، و ابزاری یکی از ابزارش که بدون چاپ پول بتونه چیکار کنه، بازارها رو کنترل کنه، و به همین دلیل هم هستش که با اینکه نرخ بهرهش پایینتره نسبت به خیلی از اقتصادهای دیگه، تورم هم همچنان حتی منفی شده در ماهای گذشته. و بعدی هم راهنمای پیشرو. راهنمای پیشرو اون سیاستایی که اعلام میکنن بانک‌های مرکزی، اون بیانیه‌ای که میدن یا صحبتایی که میکنن. خیلی وقتا بانک مرکزی هنوز تصمیمی نگرفته، ولی برای اینکه بازار رو کنترل کنه، بعضی وقتا میاد یه بیانیه میده، میگه خب اگر اینطوری باشد ما این کار رو میکنیم. خود همین راهنمایی‌هایی که میده یا بیانیه‌ای که صادر میکنه، خود همینا خیلی وقتا راهکاری برای کنترل تورم، یعنی بدون اینکه تصمیمی گرفته باشه، بدون اینکه تغییری در سیاست‌های پولی در شرایط کنونی اعمال کرده باشه، با این راهنمایی‌هایی که میده، با این بیانیه‌ای که صادر میکنه، میتونه چیکار کنه، میتونه روی رفتار بازار تاثیر بذاره. اما این در مورد بانک های مرکزی و سیاست های پولی. بخش بعدی ما سیاست مالیه. حالا من در ادامه در مورد انواع سیاست پولی هم صحبت میکنم، حالا یه توضیح بگم بعدش میریم در بخش بعدی صحبت میکنیم. سیاست های مالی، در مورد سیاست های پولی بچه سوالی دارید تا اینجا؟ من قبل از که به سیاست های مالی بخوام بپردازم، در مورد سیاست های پولی که صحبت شد سوالی دارید، اگه سوالی دارید بپرسید، اگر نه که بریم بخش بعدی. ضمن اینکه بچه‌ای که تو زوم سوالتون رو میپرسید، من سعی میکنم بدون اینکه استاپ کنم سوالاتون رو در واقع در بین صحبت ها، ممنون، همزمان من سوالا رو میخونم و در بین صحبت ها به سوالا جواب میدم. امیدوارم که متوجه شده باشید اینو. خب سیاست های مالی وقتی ما داریم صحبت میکنیم، گفتم که سیاست های مالی مربوط به دولت یا همون حکومته که میتونه از طریق کم یا بیشتر کردن هزینه دولت و یا افزایش درآمد، حالا طریق مالیات، میتونه تاثیر بذاره روی جنبه های مختلف اقتصاد. ببینید ما خیلی چیزهای مختلف، بخش های مختلفی در اخبار مختلفی بارها شاید شنیدین که مثلا حالا در مورد ایالات متحده، چون خبر خیلی بیشتره، میگیم که مثلا دولت مثلا میگه که من در حزب، مثلا حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات خیلی وقتا با هم مثلا توافق نمی کنن، میگه که ما بودجه دولت رو تصویب نمی کنیم، هزینه دولت باید بیاره پایین، دولت باید هزینه‌اش بیاره پایین، هزینه‌اش ببره بالا، اون هزینه‌اش بیاره پایین، هزینه‌اش ببره بالا، یعنی همون هزینه‌های دولت. مثلا بارها شده که میگن آقا اقتصاد تحت فشاره، چرا دولت هزینه‌اش زیاده؟ هزینه دولت زیاده یا کمه، یه بخش اعظمش برمیگرده به اون کارمندهایی که دولت داره، یعنی دولت بعضی وقتا بزرگه دیگه، دولت بزرگتر، دولت کوچیکتر، وقتی ما میگیم دولت هشت بزرگتر باشه، یعنی باید حقوق بیشتری بده، کارمندهای بیشتری داره، بعضی وقتا باید دولت میگه که آقا، مثلا جمهوری خواها میگن که آقا دولت باید کوچیکتر باشه،
بعد هزینه دولت رو بری پایین تر. دموکرات ها میگن که خب نه، ما باید بریم به سمت اینه که دولت توی سری بخش بیشتری کار کنه در ایالات متحده، هزینه دولت میره بالاتر. پس هزینه دولت فرق میکنه. اما از اون طرف هم خب مثلا جمهوری خواه ها میگن که خب هزینه دولت ما میاریم پایین، ولی از اون طرف هم مالیات میبینه در واقع، برای اینکه هزینه رو میاریم پایین تر، خب یعنی ما دولت کوچیک میکنیم، هزینه رو میاریم پایین تر، چون هزینه رو میاریم پایین تر دیگه نیاز نداریم پول زیادی هم مردم بگیریم، میم چیکار میکنیم، میم مالیات هم کمتر میکنیم، مالیات کمتر میکنیم که اقتصاد بیشتر رشد کنه. از اون ور در واقع دموکرات ها میگن که نه، مثلا سیاست والا چپی ها در واقع یه جورایی میگن که نه، ما در واقع مالیات هم بیشتر میکنیم، هزینه دولت هم بیشتر میکنیم. حالا سیاست مختلف، انواع مختلف سیاست پولی و مالی دیگه، این میشه هزینه دولت و در واقع حالا مالیات، راههایی که دولت ها میتونن در واقع هزینه هاشو کمتر یا بیشتر کنن و یا مالیات کمتر یا بیشتر کنن. سطح کلیه ولی اما در واقع حالا این سیاست ها میاد چیکار میکنه، اینها برای اینه که تأثیر بذاره رو چند تا چیز. یکی اینه که سطح کلی تقاضای کل رو، سطح عمومی تقاضای کل رو تو یک اقتصاد بالا پایین کنه، روش تأثیر بذاره و در نتیجه سطح فعالیت اقتصادی بالا. ببین مسئله تقاضا، همه چیز از تقاضا شروع میشه. شما وقتی که باعث بشید که با یک سری سیاست ها تقاضا رو تو یک بازار کنترل کنید، میتونید سطح فعالیت اقتصادی هم کنترل کنید. تقاضا وقتی پایین باشه تولید هم پایین میاد، تقاضا رو ببرید بالا تولید هم بیشتر میشه. راه دیگه، کار دیگه که هدف دیگه اش اینه که روی توزیع درآمد و ثروت در میان اقشار مختلف جامعه بیاد تاثیر بذاره و در نهایت همینطور تخصیص منابعی باشه بین بخش‌های مختلف فعالین اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصاد. اما ابزارهایی که دولت‌ها تو در واقع برای سیاست‌های خودشون، برای این سیاست‌هایی که عرض کردم نیاز دارن که انجام بدن، افزایش نحوه درآمد و اشکال مختلفی که مربوط به هزینه‌هاشون میشه. دولت‌ها معمولاً از طریق یه سری ترکیبی از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم از مردم پول جمع می‌کنن. این یکی از کاراشونه که پس ترکیبی از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، مثلا توی پروژه زیربنایی مثلا یه پلی میخوان اجرا کنن، خب بعد یه جاده میخوان اجرا کنن، یه فرودگاهی میخوان بسازن، خب دولت که چیز نداره که بره خب حالا من میخوام فرودگاه اجرا کنم، خب پول از کجا باید بیاره؟ پول باید از طریق از یه جایی باید جمع کنه دیگه. این پول رو میتونه از طریق مالیات ها بیاد جمع کنه، از طریق هزینه‌ای که از مردم بیاد جمع میکنه و از این پول رو خرج کشور میکنه. زمانی که اقتصاد توی یک حالتی که ضعیف میشه یا وارد رکود میشه، دولت ها میتونن سیاست های مالی انبساطی بیان اعمال کنن. یعنی بگن که خب چی؟ یعنی که بگن که ما برای اینکه اقتصاد رو کمک کنیم رشد بکنه، بیاین پول بیشتری تو جامعه تزریق کنیم، دولت رو گسترده کنیم، کارمند استخدام کنیم به بهانه‌های مختلف و اولی رو پول تزریق کنیم، مثلا اوراق قرضه بفروشیم، از یه بخشی از پول در واقع شرکت ها، مؤسسات خصوصی و بانک‌های مرکزی پول بگیریم و اینو بدیم به مردم. وضعیت خرابه، مردم بیان رشد کنن، فعلا بگذرن تا بتونن بعدا چیکار کنن، اقتصاد خوب بشه و بتونن مالیات بدن و با از این مالیات ها ما این بدهیاشون ازشون در واقع بدهیاشون رو پاک کنیم. یا مثلا بعضی مواقع، حال اینجور مواقع زمانی که اینا بدون مالیات، افزایش مالیات این کارو بکنن. حالا یه وقتایی هم هستش که نه، اقتصاد خیلی زیاد داره رشد میکنه، خب حالا میان چیکار میکنن، مالیات افزایش میدن و مسائل مختلف سختگیرانه‌تر میکنن، رشد پول آسان یا ایزی مانی رو کمتر میکنن تا بتونن اقتصاد رو کنترل کنن. سیاست های انقباضی در واقع باعث این بهش میگن، به این کاری که عرض کردم خدمتتون، میگن سیاست های انقباضی که باعث میشه اقتصادی مقدار رشدش کنتر بشه. پس سیاست به همین دلیل هم هستش که میگیم سیاست های مالی بسیار بسیار روی اقتصادی کشور تاثیر گذاره، سیاست های مالی انبساطی چه انقباضی که در از طریق دولت هم میتونه تو این شریک باشه. اما با این که هر دو تا سیاست پولی و مالی میتونن تقاضای کل رو تغییر بدن، اما همونطور که عرض کردم خدمتتون، اینا از طریق کانال های مختلفی انجام میدن. مثلا دولت میاد با از طریق بازارهای سهام، از طریق رشد اقتصادی، از طریق نحوه هزینه کرد استخدام میاد این کارو میکنه. اما بانک مرکزی دیگه نمیتونه بره شغل ایجاد کنه و مثل دولت یا دسترسی به سری ابزارهای دیگه نداره، بنابراین بانک مرکزی میاد چیکار میکنه؟ از طریق اعمال سیاستهای در واقع پولی میاد در بازارها بر اقتصاد تاثیر میذاره. یعنی هر دوی اینها در واقع یه جورایی ابزارهای، هر دوی اینها دنبال یک هدف هم، منتها با یک سری ابزارهای مختلف. یعنی آره دیگه، این حالا مسئله که اقتصاد حالا مسیرهای مختلفی که میرن. اما همونطور که مطرح شد قبلا، سیاست های پولی شامل استراتژی ها و ابزارهای مختلفی که بانک های مرکزی میان چیکار میکنن برای تاثیرگذاری در شرایط اقتصادی میان ازش
استفاده میکنن. حالا یه سری از این مثال بزنیم، یه سری از این سیاست پولی وقتی ما داریم در موردش صحبت میکنیم مثلا چیه؟ مثلا سیاست پولی انبساطی. سیاست پولی انبساطی هدف چیه؟ هدف تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کله. پس سیاست انبساطی هدف اینه که رشد اقتصادی تحریک بشه و تقاضای کل افزایش پیدا بکنه. چه ابزاری بر این وجود داره؟ کاهش نرخ بهره. دولت برای اینکه در واقع تقاضای کل افزایش پیدا بکنه، نرخ بهره رو، رشد اقتصادی رو تحریک کنه، میاد چیکار میکنه؟ نرخ بهره رو میاره پایین تر. هزینه استقراض وقتی بیاد پایین تر، هم کسب و کارها پول بیشتری خرج میکنن، هم مصرف کننده پول بیشتری خرج میکنن. خب اینطوری باعث میشه که اون خرج بیشتر بشه، خرده فروشی درخواست بیشتر بشه، هزینه افزایش پیدا بکنه، سرمایه گذاری افزایش پیدا بکنه و این باعث میشه که جی دی پی رشد کنه. یه کار دیگه هم که میتونن بکنن همزمان، یا ببینید این کارها رو یا میتونن همزمان انجام بدن یا میتونن در واقع در به صورت جدا جدا انجام بدن. کاری هاشون عملیات بازار باز، مثلا میگه که خب اینجا حالا مثلا دولت نیاز داره که مثلا پول تزریق کنه به جامعه، این پول رو نداره، بانک مرکزی میاد برش چیکار میکنه؟ پول تعیین میکنه، اوراق قرضه دولت رو میاد چیکار میکنه؟ میخره بانک مرکزی، حالا بعدا یا اینو در بین مردم میفروشه یا خود بانک مرکزی اینا رو از طریق بانکهای دیگه تامین میکنه. و یه کار دیگه هم که عرض کردم خدمتتون، کاهش ذخایر الزامی رزرو ریکوایرمنت ریشو آر 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 اصطلاحش هستش، میاد از طریق کم و زیاد کردن این هزینه ها میتونه چیکار کنه؟ سیاست پولی رو، یعنی این میاد از ریکوایرمنت ریشو رو میاره پایین تر، کاهش میده میزان ذخایر الزامی رو برای بانک های کوچیکتر، بانک مرکزی میاد کاهش میده و این باعث میشه که پول بیشتری به جامعه تزریق بشه. اما سیاست پولی انقباضی که دقیقا مخالف انبساطیه، هدفش برعکسش. پس تو سیاست پولی انبساطی هدف چی بود؟ تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کل، این میشه هدف سیاست پولی انبساطی. اما در مورد سیاست انقباضی وقتی ما صحبت میکنیم هدف چی؟ هدف کنترل تورم و کاهش تقاضای کل. کنترل تورم و کاهش تقاضای کل. ابزاری که ما براش داریم چیه؟ یعنی بانک مرکز براش دارن چیه؟ افزایش نرخ بهره مثلا دو، به جای اینکه کاهش نرخ بهره بدن، این دفعه افزایش نرخ بهره میدن. تورم زیاده، نقدینگی تو بازار زیاده، مردم پول زیاد دارن، تقاضا زیاده و این عرضه و تقاضا یه تناسبی نسبت به هم دیگه ندارن. بنابراین باید چیکار کنیم؟ باید بریم هزینه تقاضا، هزینه استقراض بیشتر کنیم که این پول جمع بشه و تقاضا یه جوری چی بشه؟ کنترل بشه. اون عرضه و تقاضا بیاد از این طریق کنترل بشه، کسب و کارهای مقدار جمع و جورتر بشن، پول زیادی خرج نکنن، مردم الکی پول خرج نکنن، اقتصاد از خود از اون تب و تاب بیش از حدش بیفته، تا عرضه و تقاضا با هم دیگه چی بشن؟ با هم برابر بشن. عملیات بازار باز هم چی؟ اینجا دیگه فروش اوراق قرضه که خریدار بانک مرکزی اوراق قرضه که خریدار میاد چیکار میکنه؟ میفروشه تو مردم و از این طریق میاد پول رو از سیستم جمع میکنه و نرخ بهره رو افزایش میده و این باعث میشه که وام ها هم چیکار میکنن؟ کاهش پیدا بکنن. این مسئله بعدی هم افزایش ذخایر الزامی، می ذخایر الزامی یانمون آر 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 یا رزرو ریکوایرمنت ریشو رو افزایش میده. وقتی این افزایش پیدا میکنه، الزامات حفظ پول بیشتر میشه، بنابراین پولی که تو جامعه میره پول کمتری، محدود میشه اون پول. سیاست بعدی پولی، سیاست پولی خونسا یا انتباقیه. ما میگیم سیاست پولی خونسا یا حالا انگلیسیش اکوموداتیو مانیتری پالیسی. هدف چیه؟ هدف حفظ شرایط اقتصادی. میگه وقتی ما سیاست پولی پایدار میخوایم بریم داشته باشیم، یا خونسا یا انتباقی میخوایم داشته باشیم، میگیم که خب وضعیت خوبه، خب حالا که وضعیت خوبه ما چطوری این وضعیت رو حفظ کنیم؟ یعنی ما الان به یک تعادل اقتصادی رسیدیم، این تعادل رو چجوری حفظ کنیم؟ اینجا هدف پس چیه؟ هدف حفظ شرایط اقتصادی باثبات بدون تحریک رشد یا مبارزه با تورم. پس سیاست انتباقی یا سیاست پولی خونسا چیه؟ میگیم که خب ما منطبق شدیم با اون اهدافمون، حالا سیاست هایی که بر اساس این انتباقه باید اجرا کنیم، سیاست هایی که خونسا باید باشه اجرا کنیم. بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بریم این کارهایی بکنیم که حفظ شرایط کنونی اتفاق بیفته، بدون اینکه ما در واقع بیایم اقتصاد رو تحریک کنیم یا تورم رو تحریک کنیم. ابزاری که داریم مثل چیه؟ مثل بقیه ابزار هست که کنترل نرخ بهره، تنظیم نرخ بهره با توجه به تورم، یعنی تقریبا همسانسازی نرخ بهره، یعنی تقریبا برابر کردن نرخ بهره و تورم. یعنی اگه نرخ تورم هولوش 2% نرخ بهره 2.5% باشه، مثلا یه مقدار بالاتر یا مقدار پایین تر باشه، این کنترل در واقع هماهنگ کردن بین نرخ بهره و نرخ تورم. عملیات بازار باز و ذخایر الزامی باید
زمانهایی که پول داره مقدار بیشتر میشه سهام خرید، در واقع دولت بیاد سهام اوراق قرضه بفروشه که پولا رو جمع کنه، یا کمتر میشه اوراق قرضه جابجا کنه. اینها باید خیلی کنترل شده بیا چیکار بشه، اعمال بشه. به اینها میگن سیاست پولی انقباضی، سیاست پولی انتباقی. یک روش دیگه همونطور که عرض کردم خدمتتون، که روش اساسیه، که سیاست اساسی کل مبنای همه این هاست، هدف گذاری تورمه. یعنی میگم که بانک مرکزی میگه ما هدفمون اینه که تورم توی یک محدوده مشخصی حفظ بشه. در اقتصادهای توسعه یافته معمولا این بین 2 تا 3 درصده. حالا توی یک سری کشورها این مثلا تورم بشه 6 درصد، هم کشور تورم مناسبه. توی سری کشورها بشه مثلا 4 درصد مناسبه، توی سری کشورها 2 درصد، توی کشور 3 درصد، ولی به صورت عموم بین 2 تا 3 درصد در اقتصادهای توسعه یافته و یک اقتصاد نرمال تورم بین 2 تا 3 درصد ببخشید، تورم بین 2 تا 3 درصد تورم در واقع مورد نظره، مورد هدفه. و بانک های مرکزی هم در واقع میان به صراحت میگن که آقا ما هدفمون اینه، و همه عملیات بانکی که انجام میدیم، همه سیاست بانکی که اعمال میکنیم، تصمیماتی که میگیریم اینه که به این هدف برسیم، کاری که بانک مرکزی ایالات متحده داره انجام میده. و در نهایت این یه مقدار شاید پیچیده ترین سیاست پولی باشه، که اونم هدف گذاری نرخ ارزه، که این هدف گذاری نرخ ارز با همونطور که تو تصویرم میبینید یک عملیات بسیار بسیار پیچیده است، که هدف اینه که نرخ ارز تو یک سری با شرایط ثابت بمونه. ببینید چرا وقتی میگم پیچیده است، شما به اون نگاهی به اون مسئله که تو ایران هست نگاه نکنید که حالا دولت یه دفعه مثلا دلار میده بیرون یا میده پایین که نرخ ارز رو کنترل کنه. نه، ما داریم در با یک هدف کنترل نرخ ارزی صحبت میکنیم که در یک اقتصاد خیلی نرمال داره اتفاق میفته، و در این حال اقتصاد داره رشد پیدا میکنه، و این در واقع هدف اینه که هم اقتصاد رشد بکنه، هم نرخ ارز در واقع ثابت بمونه و اقتصاد پایدار باشه. اون موقع خیلی سخت میشه این کار، و یک عملیات خیلی پیچیده ای میشه، که عملیات پولی بسیار بسیار پیچیده میشه، که باید همزمان عرضه، تقاضا، رشد اقتصادی، تورم، یه عملیات خیلی 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 سختیه، و کمتر دولت هایی معمولا میرن به این سمت، و اون رو دولت مثل چین میتونن اجرا کنن. چرا؟ چون تقریبا کنترل دارن روی همین بخش اقتصادی، و بر اساس اون کنترلی که دارن میتونن این عملیات پیچیده رو انجام بدن، ولی عملیاتی نیستش که معمولا دولت ها دوست داشته باشن انجام بدن. اما تا اینجا من این سفر دوباره تکرار کردم. تسهیلات کمی یک روش دیگه، تسهیلات کمی، حالا این آخرین سیاست پولی که در این روش صحبت میکنیم و بعدش هم جلسه تمام میکنیم. تسهیلات کمی چیه؟ تسهیلات کمی اینه که خرید، در واقع هدف چی؟ هدف تحریک اقتصاده، در زمانی که ابزارهای سیاستهای پولی مرسوم مثل تعدیل نرخ بهره و غیره کارایی نداشته باشن. یعنی ما وقتی که میایم، خب اقتصاد به یک مرحله میرسه که نرخ کنترل نرخ بهره، به عملیات بازار حالا و عملیات دیگه که حالا مثلا بانک مرکزی میتونه انجام بده، میگه که ما اینا رو انجام دادیم ولی تسهیلی نداشت. اینجا که دولت میاد تسهیلات کمی ایجاد میکنه، کوانتیتیو ایزینگ میاد انجام میده، میاد چیکار میکنه؟ میاد خرید میکنه، یه سری سهام میره خرید میکنه، یا میاد اوراق قرضه بلند مدت در واقع با پشتوانه وام مسکن رو عرضه میکنه، و یه در واقع یه سری کارهای انجام میده که بهانه ها و روش های مختلفی انجام میده که بتونه از این طریق چیکار کنه، پول به بازار تزریق کنه. مثلا حتی مثلا یه وقتایی میرن مثلا یه سری سهام یه سری شرکت هایی رو خریداری میکنن، وقتی میبینن که این شرکت ها واقعا به خاطر شرایط سخت اقتصادی در حال ورشکست شدن، و اگه حمایت نکنن این شرکت میتونه ورشکست بشه. نمونه خیلی بارزش مثلا میگم کاری که در دوران کرونا دولت آلمان اومد با شرکت لوفتانزا، شرکت هواپیمایی لوفتانزا اجرا کرد، 50% سهامش اومد خرید، و برای اینکه بتونه از ورشکستگیش جلوگیری کنه، اما با تعهد بر اینکه اینجا این مسئله مهمه، با تعهد بر اینکه به محض بازگشت به شرایط عادی کم کم این سهام رو دوباره چیکار کنه، تو بازار آزاد عرضه کنه. یعنی حالا اینا میشه سیاست‌های مختلفی که با دولت‌ها میان انجام میدن برای کنترل شرایط پولی و مالی. این کل مطلبی بود که عرض می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. بچه‌ها که تو زوم سوالاتون رو من تو چیز پرسیدم، تو جواب دادم در موقع جوری در بین صحبت‌ها. حالا اگر سوال دیگری بازم دارید بپرسید، بچه‌ها که کلاب هستم هستید. به همین صورت امیدوارم که به دردتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه. بازم اگر سوالی داشتید میتونید در ادامه که وقتی ویدیو تو یوتیوب منتشر میشه زیر ویدیو بنویسید سوالاتتون رو، من سعی می‌کنم که به سوالاتتون برگردم و جواب بدم. خب سوالی اگر ندارید در خدمتتون مرخص بشیم.
سوالی نیستش. تا هفته آینده که دوباره فرصت بشه در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.